امروز میخوام درباره امیر کبیر با اتون صحبت کنم یا میرزا تق... تقیخان فرهانی مرد بزرگی بوده یه مردی بوده که از صرف شروع کرده و یه خدمتگذار بسیار مهمی در ایران بوده و شاید بدونین که بدونین وجود بعضی از شماها مدیون این آدم بزرگ بوده که دویست سال پیش بین 1807 و 1852 زندگی کرده باباش آشپز میرزا ابو قاسم فرهانی بوده و اسم باباش بوده کربلایی قربان این اول باباباش به نظافت خونه ارباب میرسیده ارباب یه پسری داشته وقتی که پسرش براش معلم میمده که بهش درس بدن این پشت در اتاق میشسته و گوش میداده ببینه معلم به پسر چی میگه و همینجوری سواد و دانش کسب کرد این تنها عکس واقعی از امیر کبیره که مرد بزرگی است و واقعا عکسش همه ای ما باید تو قلبمون نگه داریم میرزا بزرگ آدم باهوشی بوده متوجه میشه که امیر کبیر خیلی هوش داره و اونو بهش مسئولیت میده اول میشه لشکر نویس در آذربایجان بعد میشه مصطفی نظام و بعد میشه وزیر نظام امیر کبیر اولین خدمتی که به مملکت کرد این بود که جنگ چند ست ساله بین ایران و آمپیر اوتومان یعنی میشه عثمانیان فکر میکنم به ایران بهش ختم داد اولین روزنامه ایران و امیرکبیر درست کرد که مردم مطلع باشن از اتفاقاتی که در مملکت میفته و بتونه اخبار رو پخش کنه اولین دانشگاه ایران و امیرکبیر درست کرد که هنوزم پلی تکنیک تهران اسمش دانشگاه امیرکبیره اون موقع مثل اینکه اسمش بوده دارور فنون امیر کبیر اولین رفرمیست تاریخ ایران بود یعنی اولین کسی که خواسته به مملکت نظم بده قانون بده و نظم بده خلاصه اینقدر خدمتگزار بزرگی بوده برای ایران که هنوز که هنوز صد کرج اسمش صد امیر کبیره بهترین دانشگاه تهران اسمش دانشگاه امیر کبیره و چرا بعضی از شماها زندگیتون مدیون این آدمین برای اینکه 200 سال پیش به عقلش رسید وقتی واکسن آبله که یک مریضی مرگواره که شماها نمیشناسین برای اینکه از روی زمین از بین رفته واکسن آبله رو به میلیون ها ایرانی زد و احتمالا باعث شده که بعضی از آب و اجداد شما از این مریضی نمیرن به ارتش نزم داد به کشاورزی کمک کرد با آوردن پنبه به ایران و از یه آدمی کمک گرفت که اغلبتون میشناسین میزا یوسف مصطفی الممالک که اونم به امیر کبیر کمک کرد در این کارهایی که میکرد جزیات زیاد بهتون نمیگم برسیم به آخر داستان یکی از کارهایی که امیر کبیر کرد بودجه مملکت رو تعیین کرد یعنی به این موضوع رسید که چجوری باید پول مملکت خرج بشه کجا خرج بشه و یکی از بزرگترین بودجه های مملکت دربار بود که تا دلش میخواست خرج میکرد و تا دلش میخواست میبرد بیرون زیر یک کسی که خود امیر کبیر گذاشته بود سر تاج و تخت به نام ناصرالدین شاه یه آدم بی سواد، یه آدم الکلی و یه آدمی که اصلا براش مملکت مهم نبود 80 90 تا زن داشت تنها تفریحش این بود که خاک ایران رو بفروشه و بره فرنگ فرنگ یعنی فرانسه اینی که تو عکس میبینین اسمش مهد اولیاس یا نمیدونم ملکه جهان از این لغبا زیاد داشته مادر ناصرالدین یک موجود بسیار وقیهی که فقط فکرش این بوده که به خودش خوش بگذرونه ظلم کنه وقتی که امیر کبیر به دربار میگه باید کمتر خرج کنین این خانوم باش دشمن میشه و درست شروع میکنه براش پاپوش درست کردن انقدر براش پاپوش درست میکنه که ناسینیشا اینو تبعید میکنه مثل اینکه به کاشان من قبلا هیچ کنوم از این داستانا رو نمیشناختم چون که احترام میذارم به هم میهنانم همیشه وقت که درباره کسی صحبت میکنن من میرم یاد میگیرم قاجارا یک, یک سلسله خیلی بدی بودن برای ایران برای اینکه ایران رو به نابودی کشیدن در واقع فکر میکردن ایران حیات بازیشونه و همه بردشونن از قیافه این زن بفهمین که چه موجود پلیدی بوده خلاصه انقدر زیر پای ناسیدینشاه رو میکشن که ناسیدینشا الکل زیاد میخورده بین ایبای مختلفش یه روز که مست بوده این مادرش میاد زیرش حکم قتل امیرکبیر رو که الان میبینین میذاره و این حکم رو میفرستن کاشان امیر کبیر در همومی بوده به نام حموم فین قاتلش که همون نیست که تو همون آدم ها رو میشوره میره بهش میگه که شاه گفته باید تو رو بکشم که این بنده خدا فقط میگه که من حرف شاه رو اطاعت میکنم ولی اجازه بدین طرز مردنم و خودم انتخاب کنم که میگن چجوریه میگه رگم بزنین که صحنه درست شده شو توی موزه اینجا عکسش رو میبینید این بود داستان امیر کبیر خدمتگزار ایران که دانشگاه درست کرد که واکسیناسیون رو کرد که رو این روزنامه رو درست کرد که ارتش رو داد که بودجه داد که اولین رفرمیست ایران بوده من خوشحالم که در مملکت ما اینقدر قدردانی است که هنوز اسم این مرد بزرگ که خدمت کرده به مملکت ما و باعث پیشرفت مملکت ما شده در یک موقع خیلی بحرانی هنوز دانشگاه و خیابون و میدون و صد و اینا به اسمشه برای تهیه این کلیپ وقتی داستان امیر کبیر رو خوندم دیدم بزرگترین حسن امیر کبیر این بوده که هم میهنانش دوست داشته همه رو دوست داشته و هر کاری که میکرده برای محبت به دیگرانه من واقعا فکر میکنم ایران مملکت بزرگیه روزی که همه ما تک تک ما بتونیم به همدیگه محبت کنیم احترام بذاریم و کارهایی که میکنیم برای نفع جمعمون باشه نه نفع فردیمون اون وقتی مملکت یک مملکت بسیار قشنگ مثل بهشت میشه ای به ماها البته استثناء هست ای به ماها اینه که میخوایم همیشه قدرت فردی خودمون رو نشون بدیم هیچ وقت نمیخوایم قدرت جمعیمون رو نشون بدیم